نحوه به دست آوردن بهترین سلاح‌های اساسین کرید میراج. سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه از مرکز خرید دات کام خوش اومدین. توی بازی اساسین کرید میراج شما با استفاده از سلاح‌ها کارهای جالبی رو میتونید انجام بدین. ما توی این ویدیو بهتون توضیح میدیم که بهترین سلاح‌های درون بازی کدوما هستن، چه جوری باید ارتقاشون بدین و البته چه اشتباهی رو هیچ وقت نباید انجام بدین. با شماره 1 شروع می‌کنیم، سلاح‌های ایسو. خب بیاین با دو تا سلاح ایسو شروع کنیم که میشه گفت تقریبا تو همون اوایل بازی به دستشون میاریم. این شمشیر سطح سلامتی شما رو 50% کاهش میده، اما در عوض دمیجی که وارد میکنین رو 50% بیشتر میکنه. این سلاح به شدت ما رو یاد کرست وپن توی بازی اساسین کرید اوریجینز میندازه. فکر کنم همچین چیزی رو توی والهالا و اودیسا هم دیده باشیم. موقع استفاده از این سلاح میتونید ببینید که توی نبرد با دشمناتون خیلی سریعتر شکستشون میدین، اما خب فقط آسیبی که از طریق نبرد تن به تن وارد میکنین رو بیشتر میکنه. و برای مثال شما با پرتاب چاقو همونقدر دمیج رو به دشمنتون وارد نمیکنید. شما میتونید شمشیر رو با یه خنجر خیلی خفن به نام اباسید نایت که در واقع توی یه صندوقچه تجهیزات توی منطقه کاه قرار داره ست کنید. این منطقه رو الان دارین روی نقشه میبینید. شما باید در رو با یه چاقو باز کنید تا وارد بازار بشین و خنجر رو به دست بیارید. وقتی سطح سلامتی بسیم زیر 50% این خنجر میتونه مقاومت اون رو در برابر آسیب تا 30% افزایش بده و از اونجایی که موقع استفاده از اون شمشیر سطح سلامتیتون همیشه زیر 50%، ترکیب این دو سلاح با هم میتونه فرقو به نفع شما برگردونه. ما خودمون امتحان کردیم و دقیقاً دیدیم که بلافاصله بعد ضربه شخصیت توی بازی دمیج کمتری میبینه. البته این شمشیر با خنجر ایسو هم به خوبی کار میکنه و باعث میشه تا با هر 5 ضربه‌ای که میزنید 10% به سطح سلامتی بسیم اضافه بشه. و خب وقتی کلا 50% از سطح سلامتیتون رو دارین، این وسیله میتونه واسه زنده موندنتون به درد بخوره. این خنجر از بین سلاحایی که توی بازی پیدا میکنین تنها سلاحی که میتونه سطح سلامتیتون رو افزایش بده. برای همین خوبه که سری وارد یه سری درگیری کوچیک بشین و این خنجر رو به دست بیارین. این خنجر رو میتونید با شمشیرهای دیگه هم ترکیب کنین، اما اگه موقع استفاده ازشون فقط تو حالت دفاعی باشین و اصلا حمله نکنین نمیتونید تاثیرشو ببینین. برای همین باید یکم خوشنات بیشتری به خرج بدین. از اونجایی که توی این بازی با صبر کردن نمیتونید سلامتی از دست رفتتون رو دوباره به دست بیارین، داشتن این خنجر واقعا به دردتون میخوره. برای به دست آوردنش باید 10 تا تیکه سنگ رازآلود رو پیدا کنید که بعد از انجام دادن اولین ماموریت اصلیتون که کشتن یه فردی به اسم الغوله، جاشون توی نقشه با این علامت مشخص میشه. برای شمشیر 3 تیکه و برای خنجر 2 تا تیکه سنگ نیاز دارین و باید اونا رو توی یه مکان مخفی که الان روی نقشه دارین میبینید در ازای سلاحی که میخواین مبادله کنین. وارد آب که شدین با یه کمی شنا کردن به این مکان میرسین. شماره 2، سلاح‌های دیگه و ارتقا. اساسین کرید میراج سلاح‌های بهتری دیگه هم داره. برای مثال این یکی شمشیر رستمه که بعد از ارتقای کامل تقریبا 2 برابر شمشیر ایسو برای جنگیدن بهتون قدرت میده. در واقع شمشیر ایسو حتی با اون میزان دمیج اضافه‌ای که بهتون میده بازم از شمشیر رستم ضعیف‌تره. اگه شمشیر رستمتون رو تجهیز کنین حتی یه ذره هم از میزان سلامتیتون کم نمیشه. پس 100%شو واسه خودتون نگه میدارین. مزیت‌های این شمشیر باعث میشه تا دمیجی که به دشمن وارد میکنید شدت بیشتری داشته باشه. شما برای به دست آوردن این سلاح باید چند تا سایت کانترکت رو که توی همون اوایل بازی روی تابلو جایزه تو قرارگاه هیدن وانس ظاهر میشن انجام بدین. حالا سایت کانترکت دقیقاً چیه؟ اینا یه سری کارا هستن که برای افرادی انجام میدین و در ازاش پاداش دریافت میکنین. ممکنه برای دیدن کانترکت شمشیر مجبور شین چندین کانترکت دیگه رو انجام بدین و بعد باز بیاین اینجا رو چک کنید تا ببینید ظاهر شده یا نه. شما علاوه بر این برای ارتقای کامل شمشیر رستم به ارتقای اسکماتیکاتون نیاز دارین که میشه اونا رو هم از طریق قرارداد انجام کار The Slave Merchant یا خرید برده که اونم با انجام کانترکت های بیشتر ظاهر میشه به دست آورد. اگه دیگه هیچ کانترکتی واسه انجام کارهای خورده ریز باقی نمونده بود میتونید به سراغ اسلیف ترپر برین و با انجام دادنش آخرین اسکماتیک رو به دست بیارین. با ارتقای اسکماتیکا میتونید سلاحاتون بیشتر ارتقا بدین، اما شما به منابع هم نیاز دارین. این منابع رو میشه با انجام همین کانترکت های فرعی و البته باز کردن صندوقچه‌هایی که توی فضای بازی پخش شدن به دست بیارین. برای باز کردن صندوقچه‌ها به توکن خرید نیاز دارین که میتونین اون رو هم از رهگذر رو بدزدین. اما خب راحت ترین راه برای به دست آوردن منابع اینه که از فروشگاه بخرینشون. فروشنده ها میتونن تا 300 تیکه چرم و 300 شمش فولاد رو که برای ارتقای یه سلاح نیازه به شما بفروشن. هر چند مدت یک بار که برگردین میبینید فروش
فروشنده دوباره موجودیش رو اضافه کرده و شما دوباره میتونید ازش منابع بخرید. به طور کلی وقتی دارین از سلاح ارتقا داده شده استفاده میکنید، متوجه میشید که برای گرفتن جون دشمنتون دیگه لازم نیست خیلی بهشون ضربه بزنید. با وجود این قابلیت ارتقا، میشه بسیم رو همتراز با باقی شخصیت‌های سری دونست. هر سلاحی یه آمار دمیج خالی و یه آمار دیفنس دمیج داره که باید بهشون توجه کنید. به طور کلی دیفنس دمیج به درد هیچ چیزی نمیخوره، چون این دمیج بهمون میگه که واسه شکستن حالت دفاعی دشمن چقدر باید با شمشیر یا خنجرمون به حریف آسیب بزنیم، در حالی که همینو میتونیم با نگاه کردن به نوار بالای سر دشمنمون بفهمیم. هر وقت این نوار خالی باشه حریفتونم بی حرکت باقی میمونه و میتونید بکشینش. مطمئنا شما بعد از پری کردن میتونید حالت دفاعی سربازای عادی رو بشکنید. در نتیجه استفاده از دیفنس دمیج واقعا نیاز نیست. برای دشمنایی که خودشون رو تجهیز کردن و سطح بالایی دارن هم راههای بهتری وجود داره که باهاشون میتونید شکستشون بدین، مثل ترور کردن و از پشت ضربه زدن. تازه میتونید با تجهیزات مختلف هم از پسشون بر بیاین. تنها دشمنی که من فکر میکنم دیفنس دمیج به درش میخوره ایشون، یعنی اسپیره، چون در حالت نرمال واسه شکستن حالت دفاعیش به دو بار پری نیاز دارین. حتی با بالاترین میزان دمیج ممکن که برای مثال شما میتونید توی شمشیر ایسو یا خنجر اینیشینت آف علموت پیدا کنین هم واسه شکستن حالت دفاعی دشمن ها به دو بار پری کردن نیاز دارین. اینایی که میگیم همش برای درجه سختی نرماله، اما ممکنه توی درجه سختی بالاتر این موضوع فرق کنه که ما حتما توی آینده بررسیش میکنیم. خلاصش این میشه که فقط روی حملتون تمرکز کنید و حواستون باشه سلاحاتون رو ارتقا بدین و با همون ضربای کم بیشترین آسیب رو به دشمنتون بزنید. شماره 3، سلاح‌های شاهزاده ایرانی. استفاده همزمان از شمشیر رستم و خنجر ایسو بهترین ترکیب سلاحی بازی رو میسازه، چون با وجود اینکه دمیج خنجر ایسو اونقدر بالا نیست، اون قابلیت هیل کردنش واقعا فوق‌العاده است. اما اگه بتونید به سلاح‌های شاهزاده ایرانی دست پیدا کنید، میفهمید که این ترکیب جلوش هیچه. این سلاح‌ها نه تنها از نظر ظاهری واقعا خفن و خوشگلن و یه رنگ آبی قشنگی رو از خودشون ساطع میکنن، بلکه استفاده ازشون واقعا سرگرم کننده است. اگه وقتی زمان اسلوموشن شده یه دشمن رو با شمشیرش بکشین، 20% از سلامتیتون برمیگرده. خنجرم میتونه موقع پری کردن زمان رو براتون کند کنه. پس در نتیجه کشتن یه دشمن با ضد حمله باعث میشه بلافاصله بعدش 20% از میزان سلامتیتون رو پس بگیرین و تاثیرش رو ببینین. این موضوع حتی زمانی جالبتر و مهم میشه اگه بفهمید با داشتن این خنجر و پری کردن میتونید جلوی جسمایی که به سمتتون پرتاب میشه رو بگیرین. مثلا با دفع کردن یه تیری که به سمتتون پرتاب شده، تایم اسلوموشن رو هم یه جورایی فعال میکنید و موقع کشتن دشمنتون سلامتیتون رو پس میگیرید. کاری دیگه که میتونید بکنید اینه که اگه دشمنتون به سمتتون یه چاقو پرتاب کرد، اونو توی همون هوا به سمت خودش برگردونید و با کشتنش هم سلامتی به دست بیارید. علاوه بر اینا یه اسکیل هم توی میراج وجود داره که اسمش ایر استرایک و با پیشرفت توی روند بازی به دستش میارید. این اسکیل موقعی که همزمان با پریدن دارین با چاقو نشونه گیری میکنید، زمان رو براتون کند میکنه. پس بپرین و هدفتون رو با چاقو نشونه بگیرید تا تاثیر این افکت رو ببینید و یه بخشی از سلامتیتون رو به دست بیارید. به طور کلی اون ترکیب اسلوموشن شدن زمان با استفاده از خنجر واسه انجام ماموریت‌های مختلف عالیه. علاوه بر اون با این کند شدن شما تایم پیدا میکنید که به پشت دشمنتون برین و بکشینش. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه از مرکز خرید.com. خدافظ.